شبتون بخیر. آسمونتون پر ستاره و ستارتون توی این شب زیبا پر نور. قصه امشب، آرزوی گل سرخ. باغی بود که پر از گلای زیبا بود. توی این باغ بزرگ گل سرخی زندگی میکرد که خیلی زیبا بود، ولی همیشه افسرده بود. دلیلش هم این بود که گل سرخ آرزوی بزرگی توی دلش داشت و چون به این آرزو نمی رسید همیشه غمگین بود. گل سرخ آرزو داشت که دنیای اطرافشو ببینه، ولی خب اون یک گیاه بود و ریشه داشت و ریشه هاشم توی خاک بود، برای همین نمی تونست راه بره و خب این آرزو دست نیافتنی بود. گل سرخ هر روز صبح وقتی که باغبان با آب پاش آب روی اون می پاشید از خواب بیدار می شد. بعد رو به گلای دیگه می کرد و می گفت ای کاش ما مثل پروانه های رنگ و رنگ می تونستیم پرواز کنیم و دنیای اطرافمون رو ببینیم و از زیبایی هاش لذت ببریم. گلای دیگه هرچقدر سعی میکردن که اونو راضی کنن فایده ای نداشت. گل لاله میگفت ببین، ما اگرچه نمیتونیم مثل پروانه ها پرواز کنیم، ولی خوبی های خاص خودمونو داریم. ما زیبا هستیم و در هر کجا که باشیم باعث شادی و طراوت دیگران میشیم. انسان ها ما رو دوست دارن و ما رو به همدیگه هدیه میدن. گل مریم توی جمع اونا بود و میگفت عزیزم، عطر ما در هر جایی که باشه باعث میشه دیگران به سمت ما جذب بشن و سرسبزی و زندگی از وجود ماست. گل سرخ عزیز، گل آفتابگردون که همیشه خوشحال بود میگفت عزیزم، اگرچه ما مثل انسانها یا سایر موجودات نمیتونیم راه بریم، ولی همین سکون و یک جا بودن ما زیباست. فکر کن که در این باغ هیچ گلی نبود، آیا اسمشو میشد باغ گذاشت؟ نه عزیز من، اینجا در واقع یک ویرانه بود، یک ویرانه. ولی گل سرخ به پندها و اندرزهای دوستاش اعتنایی نمی کرد و همیشه قصه می خورد که چرا اون نمی تونه راه بره و دنیا رو ببینه. یه شبون خیلی قصه خورد و فکر کرد، ولی فکرش به جایی نرسید. چشماش رو روی هم گذاشت و بعد از مدتی خوابش برد. دید که صبح شده و باغبان با آب پاش به طرف اون میاد و پسر بچه ایم پشت سر باغبان میاد. باغبان خواست گل رو آب بده که پسر بچه جلو اومد و به باغبان گفت عمو، این گل رو برای من میچینی؟ من از این گل خیلی خوشم اومده، لطفاً برای من بچینش. گل سرخ بدنش یخ کرد، اون خیلی ترسیده بود و به باغبان نگاه میکرد. باغبان گفت ببین پسرم، گل توی همین باغه که قشنگه عزیزم، اگه تو اون رو بچینی زود پژمرده میشه، بعدش هم اون هنوز خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکه عزیزم. پسر بچه دست باغبانو گرفت و بالا و پایین میپرید، از اون خواهش میکرد که گلو به اون بده. بالاخره پس از اصرار زیاد باغبان به اون گفت باشه، ولی فقط همین گل رو بکن و بخونه برو، زود باش. پسرک دستشو به طرف گل سرخ دراز کرد و ساقه گل رو توی دستش گرفت. گل سرخ سرخ شد، تردی رو احساس کرد و سپس بیهوش شد.
هوش اومد خودشو توی ظرف شیشه‌ای دید که ساقاش توی آبه و خودش بیرون از آب بود. اطرافشو نگاه کرد، اتاق خیلی بزرگ و زیبا بود و اون در کنار پنجره قرار گرفته بود. بیرون از اتاقو نگاه کرد، چقدر دنیا در نظرش زیبا جلوه می کرد. زندگی چقدر قشنگ شده بود. اون تمام باغ رو به خوبی می تونست از پشت پنجره ببینه. اون در یک لحظه با مشاهده ی همه ی این زیبایی ها خودش رو فراموش کرده بود و یک دفعه توی باغ چشمش به همون پسرک افتاد و متوجه خودش شد. به خودش نگاهی کرد و فهمید که وای چه بلایی به سرش اومده. گل سرخ زیبا احساس کرد ریشه‌هاش رو از دست داده و دیگه بی اصل و ریشه شده. با خودش گفت یه گل بدون ریشه به چه درد میخوره؟ من میخوام همون گل قبلی باشم. چقدر اشتباه فکر میکردم. بعد فریاد زد من نمیخوام بیریشه باشم، نمیخوام بیریشه باشم، و شروع کرد به گریه کردن که یه دفعه احساس کرد کسی روی اون آب میپاشه. وقتی چشاش رو باز کرد دید که توی باغه و ریشه هاش توی خاکه. اینجا بود که فهمید همه اتفاقا رو توی خواب دیده. از شدت خوشحالی و هیجان بلند بلند میخندید و ماجرای خوابش رو برای گلای باغ تعریف کرد. گلا از این که میدیدن گل سرخ زیبا برای اولین بار اینقدر شده، همشون خیلی خوشحال شدن و با گل سرخ خندیدن. باغبان که مشغول آب پاشی به گلا بود متوجه شد که یک دفعه همه ی گلا با هم حرکت میکنن، ولی نفهمید که دیشب گل سرخ چه رویایی دیده و گلای باغ برای چی با هم حرکت میکنن. چطور بود عزیزای من؟ از قصه امشب من خوشتون اومد؟ شبتون پر از ستاره؟